اگر یک مربی ایرانی بخواد یه نتیجه معقول از اوقات کاری که داره بگیره، بایستی صدها برابر یک مربی آمریکایی هم دانش داشته باشه و هم از اون زمان تمرینش بتونه استفاده بکنه و اون مکانیک هایی که برای تمرینش انتخاب میکنه اون مکانیک ها فرق داره با سیستم آمریکایی، باید بسیار جلوتر باشه. حالا شاید تعجب میکنیم من این نکنیم باید من در خود آزادی اقامت داشت و در زمانی که بازیکن ها در آزادی بودن ساعت 7 صبح اینا رو بیدار میکرد بدون اینکه مسئولیتی در اون اردوی خاص داشته باشه. بازیکنایی که به نظرش نیاز بود که تمرین بکنن و یا روشون حساب ویژه‌ای رو باز کرده بود، که خیلی از اون بازیکن‌ها الان بازیکن‌های اصلی تیم ملی هستن، اینها رو دعوت، اینها رو می‌آورد و باهاشون کار پایه می‌کردش، کارهای فاندامنتال می‌کرد. من فکر می‌کنم که ما دوچار کمکاری شدیم در بخش مربیان و فکر می‌کنیم که رسیدن به یک حد استاندارد و یک حد مطلوب مثل خوردن یه قرصه که شما فوری مثل مسکن که اثر بکنه و ما تداوم در کار آموزشمون نداریم. من مربی تیم باستون سلتیکس رو که بعد شده بود جنرال منیجر از سالیان قبلش شنیده بودم. یکی از اون کسانی بود که NBA رو، یعنی اتحادیه ملی بسکتبال رو شروع کرد و کلن از نظر انضباط و از نظر فرهنگ اونجا رو انتخاب کردم که برم. برای تجربیات و افکارم خیلی مثمر ثمر بود با کسی که اسطوره تاریخ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا بوده. باش مسائل رو در میون بذارم و ازش چیزایی بپرسن. اسمش چی بود شما؟ رد آوربک و تجربه بسیار خوبی بود. رابطه من با ایشون بسیار صمیمی و نزدیک شد. دیگه بعد از چند جلسه ای که من میرفتم سر تمرین، بعد میومدم به دفتر کارش و زمانی رو با هم میگذروندیم، دیگه جرأت کرده بودم که با هم به حساب گفتگو بکنیم. حتی گفتگوی ما هم در مورد قهرمانی باستون سلتیکس بود در اون سال، که از من سوال کرد که چه فکر میکنی که ما گفتم که بدون شک ما قهرمان میشیم و اون خب سن زیادی داشت به من و یه دفعه گفت فرزند عزیزم اونا با اون بازیکنهایی که دارن چجور ما میتونیم اونا رو بزنیم؟ گفتم فراموش نکن که ما دفاع تیمیمون خیلی بهتر از اوناست و در نتیجه تیم باستون اول شد و صبح بعد که رفتم به دفترش در اونجا به خاطر من یه جشن گرفت که دید من دارم بیشتر از اون به این مسئله عمیق‌تر نگاه می‌کنم. بر حسب یک اتفاق ما شدیم دبیر فدراسیون، یعنی اصلا نه در کمپینی بودم نه خبری داشتم از انتخابات، داشتم در آکادمی ملی المپیک در مرکز سنجش تمرین میکردم، گویا آقای معشوم و همکارانشون داشتن تصمیم گیری میکردن در مورد اعضای فدراسیون که به نتیجه نرسیده بودم. اسمی از من آورده بودن، از بد روزگار یا شانس خوب هرچی که شما اسمشو میذارید، من اونجا داشتم تمرین میکردم و پیشنهاد دبیری به من شدش. ما یک سیستمی رو طراحی کردیم به عنوان به حساب LTCD Long Term Coaches Development، دوره طولانی مدت پرورش مربیان، که به وزارت ورزش رفت و همون باعث شد که فدراسیون بسکتبال به حساب گریدش بیاد بالا و به عنوان فدراسیون برتر شناخته بشه، که ما مربیان رو یک پروسه طولانی مدتی داشته باشیم برای آموزششون. ما در فدراسیون بسکتبال تا اون موقع بازاریابی علمی رو نداشتیم، به خاطر همین بودش که تفاوت عمده
والیبال با بسکتبال حضور برند والیبال در مارکتینگ چه ایرانی چه بین المللی بودش جلوتر از بسکتبال، در صورتی که بسکتبال زودتر وارد شده بود به مسابقات و اون عرصه بین المللی در المپیک و مسابقات جهانی. تیم 3x3 بانوان از ایران خارج شد، رفت بازی کرد، برگشت، پیامک اومد برای من، آقای خانم کرمزاده که مسئول وقت اون دوره بودن در نایب رئیس بانوان، که این داستانش این گفتم والا من خبر ندارم، شما خبر ندارید که مسئول بانوان هستید، و ایشون هم ابراز بی اطلاعی کردن. این مسئله دامن زد، وزارتخونه و شخص آقای سلطانیفر که در اون موقع وزیر بودن، ایشون تأکید کردن که کمیته انضباطی بذارید. تیم رفته اومده مثلا قاعده تمام شد، برعکسش منتشر شده، یعنی گفتن فدراسیون بذاره وزارتخونه اجازه بده که اینا رو بازی بکنن. اصلا همچین چیزی نبودش، اصلا همچین چیزی نبود، چون اصلا ما بی اطلاع بودیم که این تیم رفته و برگشته، و دوستان ما در شبکه‌های معاند خارجی این مسئله رو انعکاس دادن که اینا رفتن اومدن و سوء استفاده کردن، و با این مسئله وارد شدن همین دوستانی که در شبکه‌های معاند هستن که اینا ممکنه اصلا بی حجاب بازی کرده باشن. اون تحریک کرد وزارتخونه رو که به ما آلارم بده که داستان چی بوده، وگرنه ما به قول معروف سر جامون نشسته بودیم. این مسئله باعث شد، و بعد که وقتی این دوستان اومدن در کمیته انضباطی که گفته بودن تشکیل بشه، در اون وقت که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری هم بودش، ورق برگشت و گفتن که آقا شما این کارو نکنید، شما برید دنبال این که مجوز بگیرید برای بانوان. کارگروهی تشکیل شد، آقای شیرالی رو که اومدن اول از من خواستن که بازی کنم برای مسابقات آسیایی، گفتم نه من خیلی وقت دیگه دست کشیدم و مربی شدم و نمیخوام بازی کنم. بعد از من خواستن که مربیگری کنم همراه ایشون، بازم به ایشون گفتم که من برام مشکلی که اسیستان تو بشم، گفت هر چی خودت بگی. خلاصه من قبول کردم به علتی که دلم میخواست به من میکردم خدمت کنم. جلسه دوم بود که تست میکرد، یه تست هایی بود که تعیین کرده بود برای بازیکن ها. من دیدم که یک تناقض و تفاوتی در این تست ها هست، و شما در بسکتبال نهایت سرعت رو ندارید، نهایت جابجایی داریم و نهایت سرعت رو نداریم. به ایشون گفتم یک کسی از این قسمت تا اون قسمت با توپ بدوه و بدون توپ اگر خوب بتونه توپ رو دریبل کنه زیاد تفاوت ثانیه ای نداره. ایشون برگشت به من گفتش که پس چرا منو آوردن؟ یعنی با یه غرور که چرا منو آوردن؟ من از اون روز به بعد نرفتم سر تمرینات تیم ملی، و از همون لحظه هم به فدراسیون اشاره کردم که این مربی بسکتبال نیست. ممکن معلم تربیت بدنی باشه، بسکتبال رو بده، ولی مربی بسکتبال نیست. که بعدها متوجه شدم که ایشون اصلا داور هندبال بوده. برای من دانش مربیان بسکتبال ایران اصلا محک نیست، بلکه شخصیت اونهاست که برای من مهمه. چون اگه بخوام راجع به دانششون صحبت کنم اشتباه کردم، شما رو گول زدم، همه رو گول زدم، شاید یه چیزهای خیلی کم و کوچیکی بدونم، ولی نه اون حدی که میبایست حتی در اون زمان بدونم. ولی مربیان ما واقعا انسان‌های بالا و با شخصیتی بودن و همه‌شون علاقمند بودن، روابط شخصی خوبی داشتن،
البته بیشتر بعد از بازی، بعد از دورانشون که متوجه شدن که من چی میگم، اونا چی میگم. ولی اگر بازم بخوای نام میتونم ببرم، آقای جعفرزادگان، آقای هشتری، خیلی از مربیان خوب ایران بودن، خیلی با شخصیت بودن. توی جام ملت‌های 1989 هم شما اون سرمربی بودید که ما اولین برد رو جلو فیلیپین کسب کردیم. بله. بسکتبال. یکم در مورد اون تجربه صحبت کنم، مثلا شروع حال تیم بعد از اون اولمپیک بود که پیروزی تاریخی بود دیگه. نتایج بسیار درخشان بود و فکر می‌کنم که گفته مهمی است که میگه امید برای من، برای کسان من رحمت است. چه اگر امید نبود، هیچ باغبانی درختی نمی‌کاشت و هیچ مادری به بچه‌اش شیر نمی‌داد. و این تیمی که با اون شرایط اومد، اون نتایج گرفت، به گفته من یک لوکوموتیو رو یا یک واگن رو از زمین برداشت و گذاشت روی ریل. حالا ساده تر هست حرکتش یا نه؟ و این امید داد به بقیه دوران بعد که برن دنبال آدم های جلوی دکتر لالی نباید بگم مستعدتر. زمانی که من بازی میکردم دائم میگفتم که والا به خدا ما میتونیم مقام داشته باشیم، منتها کسی برای این موضوع پیش خودمون باشه. به مسافرت نمیرم. این نسل طلایی که شما ازش اسم میارین، اونها منو به آمال آرزوم رسوندن و قهرمان شدن و خیلی منو خوشحال کردن. در بین بازیکنانی که هم بازی بودن، بودن کسانی که خیلی به من انرژی دادن و میدادن. یادم میاد وقتی که یه حرکتی رو میکردم، خب قیافه ها رو میدیدن. یکی میرفت که چه خوندوری خودش نمیتونه، یکی میگفت مجید جون تو چی هستی؟ میشناسیم. اینا خاطره های خوبه. یه تیم اگر بخواییم ببندین از اول بسکتبال تا الان، از نفراتی که به نظرتون شاخص میدن که بسکتبال ایران رو ما بگید ممنون میشه. خیلی سخته. برای که من بازیکنان بعد از 1990 رو ندیدم. از دوران خودم یکی دو تا بازیکن بودن که بسیار بسیار با استعداد خوب بودن، مثل نادر کاشانی، مثل مظفر بنی هاشمی، مسعود ماهتابانی. من توپ نداشتم بسکتبال بازی کنم، باور میکنید؟ توپ فوتبال داشتم، یه توپ فوتبال ساخت مجارستان. زمین نداشتم که تمرین کنم، کفش نداشتم که تمرین کنم. شب میرفتم توی پارک تمرین میکردم، بعدم چون به درخت میزدم نمیخواستم کسی منو ببینه بگن این دیوونه کی بوده که داره به درخت میزنه. ما این محاسبات واقعی علمی رو که اصلا نمی کنیم، فورا میگیم از خارج بیاریم. این نتیجه بیسوادی و بیمسئولیت محض اونهاییست که این حرفا رو میزنن. حالا اگه شما بگید مربی مثلا فلان، فکر میکنید اون چیزایی که دکتر علی توفیق میدونه نمیدونه؟ میدونه. ولی اون رو اگر بیارین ایران، بازیکنی رو نداره که هزاران ساعت تمرین کرده باشه، بازیکنی رو نداره که هزاران ساعت تمرین کرده باشه. خوراکی که اون داره درست مثل خورشت قیمه یا پلو خورشت قیمه است. در بخش مدیریتی هم که من افتخار داشتم که خدمتگزار باشم، من فکر میکنم که همین کار کردن روی مسئله حجاب که به هر حال دبیرکل فقید فدراسیون جهانی هم در اون مجمع بهش اشاره داشت و اسم فدراسیون بسکتبال رو آوردش و بعد در برحال سایت فدراسیون جهانی هم اسم آورده شد به صورت بسیار خیلی تأکیدی و هم مسئله حجاب برای بانوان هستش. و الان من وقتی میبینم که دخترهای ما در لیگ جهانی دارن شرکت میکنن
در سر سر در مسابقات جهانی، مسابقات آسیایی میرفت و حال این خیلی شیرین دلچسب هستش.